یکی از معتبرترین مؤسسات تحقیقاتی دنیا در زمینه بهداشت اومدم با یه سوال ساده. چون میدونستم که امروز دارم میام اینجا، از صبح بیشتر از 100 بار دستمو شستم، ولی شما میگین هنوز دستام آلوده است، نه؟ درسته، خیلی وقتا فکر میکنی دستات تمیزه ولی در واقع پر از میکروبه. برای اینکه کیتی نشون بده دستام چقدر جرم داره، از ژل مخصوصی استفاده میکنه که زیر نور فرابنفش میکروب ها رو نمایان میکنه. نقاط درخشان و براق نشون دهنده جرمه. برای اینکه بهتر ببینید، یک بارم تو اتاق تاریک فیلم برداری کردیم. باورم نمیشه. حالا 100 بار نه، اما از صبح حداقل 6 بار تا حالا دستمو شسته بودم. حالا دستاتو با آب بشور. خب الان فکر میکنی دستا تمیزه، نه؟ ای وای، هنوز کلی جرم داره، هنوز کلی نقاط براق هست. در حقیقت شستن دست با آب بهتر از نشستنه. صابون حاوی ماده‌ای به اسم سورفکتانت که اگه دستتون رو درست بشورید خیلی از کثیفی ها و میکروب ها رو از بین میبره. حالا با صابون امتحان کنم؟ آره، این بار با صابون امتحان کن. فرق میکنه که صابون جامد باشه یا صابون مایع؟ همه دست کثیفشون رو به صابون جامد میزنن. تحقیقاتی انجام شده که نشون داده شستن دست با صابون جامد میتونه دست رو به باکتری‌های بیشتری آلوده کنه. باید حواستون باشه که صابونتون رو تمیز نگه دارین. ببینم. آهان، الان خیلی تمیزتر شد. دستتو برگردون. زیر ناخون‌ها معمولاً از همه جا کثیف‌تره. ناخون‌ها رو باید همیشه کوتاه نگه داشت یا مدام زیرشون رو تمیز کرد. یادمون باشه که اگه دستمون آلوده به باکتری و میکروب باشه، با دست زدن به چیزای مختلف اطرافمون رو هم آلوده میکنیم. مثلا اگه بخوای این سیب رو با دست کثیف با کارد آشپزخونه ببری، ناخواسته تمام میکروب‌های دستت رو هم به چاقو و هم به سیب منتقل میکنی. یا برعکس، مثلا اگه با چاقو گوشت یا مرغ خرد کرده باشی و چاقو رو درست نشسته باشی، تمام میکروب‌های چاقو به دستت منتقل میشن. میتونی اینجا ببینی که کمی از این ژل اینجا روی این سیب هست. نگاه کن، حتی اینجا روی دسته چاقو. لازم نیست خیلی نگران شیم. میکروب ها همه جا وجود دارن و ما هیچ وقت از دست اونا خلاص نمیشیم. به همین دلیله که ما همیشه میگیم بعضی مواقع شستن دست حیاتیه. قبل از درست کردن غذا، قبل از خوردن غذا، قبل از غذا دادن به بچه و بعد از مدفوع کردن و بعد از عوض کردن پوشک بچه. و در واقع درست شستن دستا خیلی مهمه. کاملا درسته. بعد از مصاحبه با کیتی فهمیدم که با شرمندگی تمام 33 ساله که من دستامو غلط میشورم. دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای شستن دست اینطوریه. اول صابون رو به کف دستتون میمالین. نکته مهم اینه که لای انگشت ها رو باید دقیق بشورین. انگشت شست برای هر دو دست باید به این صورت شسته بشه. برای شستن کف دست خیلی محکم باید دستا رو حرکت دایره وار داشته باشین. برای شستن زیر ناخون ها این حرکت رو باید انجام بدین و در نهایت دستتون آب بکشه. برای خشک کردن دست از دستمال کاغذی استفاده کنین و بعد از همون دستمال استفاده کنین تا شیرو بزنین. غیر از دستامون جاهای دیگه که پناهگاه خوبی برای باکتری‌ها هستن کجا هست؟ اکثر ما فکر میکنیم که توالت آلوده ترین جای خونه است، ولی تحقیقات نشون داده که آشپزخونه آلوده ترین جاست. دکمه های لمسی مایکروویو از جاهای تو آشپزخونه است که کمتر یادمون میمونه تمیزش کنیم. تجمع باکتری ها اینجا وقتی خیلی خطرناک میشه که گوشت خام رو داخل دستگاه میذاریم. باکتری ها از داخل گوشت خام به راحتی به این دکمه ها و دستگیره مایکروویو منتقل میشن. در هر سانتیمتر مربع این دکمه ها بیش از 1000 باکتری وجود داره که بعضی هاشون ممکنه منجر به اسهال و عفونت های تنفسی یا گوارشی بشن. تخت خردکن‌ها از بهترین پناهگاه‌ها برای باکتری‌ها هستند. شیارهایی هم که چاقو روشون ایجاد می‌کنه به باکتری‌ها کمک می‌کنه.
آلوده ترین تخته ها تخته هایی هستن که روش مرغ و گوشت رو خرد میکنیم. یه توصیه ساده اینه که 4 تخته به 4 رنگ مختلف داشته باشین. یکیشو برای گوشت، یکی برای مرغ، یکی برای سبزیجات و یکی برای خرد کردن ماهی ازش استفاده کنید. بعد از مصرف بلافاصله هر کدومشون رو بشورین و هر از چند گاهی ضدعفونیشون کنید. اسفنجا تمام شرایط باکتری پروری رو دارن. مهمترین دلیل آلودگی دیر به دیر عوض کردنشونه. نزدیک به 90% حوله‌های آشپزخونه آلودگی میکروبی دارن. بهتره تا حد ممکن از دستمال‌های کاغذی یا دستمال‌های یک بار مصرف استفاده کنید. آلوده ترین جای خونه اینجاست، ظرفشویی. گاهی تا چند صد برابر نشیمنگاه توالت باکتری توش جمع میشه. هر از چند گاهی باید ضدعفونی بشه. باکتری های وان میتونن عامل بیماری های پوستی یا تنفسی باشن، مخصوصا اگر درزگیر های کنار وان تغییر رنگ داده باشن. وان حموم باید هر 2 هفته یک بار ضدعفونی بشه. تحقیقات نشون دادن که شیر دستشویی 21 برابر نشیمنگاه توالت آلوده به باکتریه. دست کثیف همه کسایی که از دستشویی استفاده میکنن این شیر رو لمس کرده. شستنش یادتون نره. اگر تو خونه بچه دارید باید بدونید که اسباب بازی ها و عروسک ها از وسایلی هستن که باکتری ها خیلی خوب توشون رشد میکنن. باید مدام شسته بشن. همینطور ملافه یا جایی که شما پوشک بچه را توش عوض میکنید. جاروبرقی همونقدر که میتونه باعث تمیز کردن خونه بشه، همونقدر هم میتونه باکتری ها رو به جاهای مختلف خونه منتقل کنه. و در نهایت کلیدای برق. هممون بهش دست میزنیم و کمتر یادمون میاد که تمیزش کنیم. حالا لازم نیست که بعد از این گزارش به صورت وسواس خونه مشغول سابیدن خونه بشید. چون اولا همه باکتری ها مضر نیستن و دوما دونستن اینکه کجاهای خونه بیشتر باکتری وجود داره برای تمیز کردن بهترش به ما کمک میکنه.